خانم ها و آقایان، با کمال تأسف و تأثر در داشت دوست و همکارم آقای حسین فرجی رو به اطلاع شما میرسانم. حسین فرجی عاشق ترین عاشق وطنش بود. او فرزند نیکوی ایران بود و یکی از بهترین گویندگان تاریخ رادیو تلویزیون ملی ایران و یک برنامه ساز موفق بود. حسین فرجی در تلویزیون ملی ایران آنقدر عاشق مملکتش بود که همیشه داوطلبانه حاضر بود بره و در نقاط بد آب و هوای مملکت خدمت کنه. از جمله ایش وقتی آدم میمیری که در شروع تلویزیون بندر عباس او بود که تلویزیون رو در واقع برای سالهای اول گردوند. حسین فرجی غیر از این که گوینده زبردستی بود، جزو کسانی بود که واقعا شعور خبری داشت. به همین دلیل وقتی که دویچه وله صدای آلمان از تلویزیون ملی ایران درخواست یک گوینده کرد که برنامه‌های فارسی صدای آلمان رو تهیه و پخش بکنه، تلویزیون در واقع حسین فرجی رو مأمور این کار کرد و چندین و چند سال در آلمان مدیر برنامه‌های فارسی این کشور بود. حسین فرجی در آمریکا بعد از کارش در آلمان تموم شد، در تلویزیون پارس شروع به کار کرد و در اینجا بود که برنامه‌های پربینندش در واقع به جایی رسید که شاید یکی از رکورد‌های تماشاگران این تلویزیون سیاسی و پرسابقه را شکست. حسین فرجی رفیق من بود، یکی از بهترین رفقای زندگیم بود و خیلی خیلی سخته که من که اونم معتقد بود من بهترین رفیق زندگیش هستم، به اضافه نمیتونم نگم آقای شهبال شب‌پره همیشه میگفت خیلی سخته که من اینجا نشستم و خبر درگذشت صمیمی‌ترین رفیق زندگیم و صمیمی‌ترین همکارم در رادیو تلویزیون ملی ایران و در آمریکا رو اعلام بکنم. به هر حال میدونم که حسین فرجی رو در واقع از دست دادید و دلتون براش تنگ میشه. گوینده ای که با تمام وجود، با تمام احساسش فریاد ایران آزاد رو میزد. همیشه به من میگفتش که من اگه دارم جوش میزنم، جوش که کاری نداره، من حاضرم جونم رو بدم، هستیم رو بدم که مردم ایران به آزادی برسن. متاسفانه حسین فرجی بعد از ظهر امروز سه شنبه 9 ماه اپریل در بیمارستان انسینو در لس آنجلس به علت ابتلا به سرطان خون درگذشت. یادش حتما با شماست و قطعا یک لحظه از من جدا نمیشه. به دنبال برنامه توجه